سلام آقا جعفر. سلام آقا ملکی. سلام علیک یا علی ابن عبد الله و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. سوال میام؟ ای دا من هیچی نخوندم. باشه یه زحمتی بکشیم استاد رو دست به سرش کنیم تا من بیام دیگه. سلام علیکم همشیره. خوبی؟ سلامتید حاج آقا؟ شما شکر لله الحمد الحمدلله. حاج آقا چطورن؟ خوبن؟ خوب هستم شکر خدا. ببخشید اون کار خیرتون به کجا رسید؟ فردا محرم میشن آجا. به به الحمدلله شکر خدا لله الحمد. چه ایامی خوبی. اونم عید قدیم. بله بله انشالله پای هم پیشن مخصوصا سلام مارم برسه سلامت بشه. شکر خدا لله الحمد الحمدلله. علی سلام بابا. خب چی کار کنم؟ نمیتونم اینجا رو ول کنم بیام که. بله بله نه نه با شما نیستم. سلام. سلام خسته نباشید. سلام باشید. نیما جان بودو. نیما جان بودو دیره بودو وقت نداره. ماشاءالله ماشاءالله آفرین خدا حفظت کنه بابا. به به ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خسته نباشی بابا. درمونده نباشی آقا سید. خدا قوت. قربان شما. سلام علیکم. علی یارت باشه. خسته نباشی آقا سید. سلام. گلی به گوشه جماله بابا جون. اولا بابا سلام بعد بابا خسته نباشی. سر به سرمون میذاری چه فرقی میکنه آقا سید. بابا جون قربونت برم سلام و سلامتی میاره. سلامتی باشه که در این دکونو باید ببندیم بریم گوشه خونه بیافتیم. استغفر الله. من حریف زبون تو یکی نمیشم. عرق نعنای تازه آوردی؟ عرق نعنای دو آتیشه خوب الان ندارم. فردا بیا. بیا بابا جون. این چی آقاسه؟ این کتاب یکی دیگه هم برات آوردم. بخون. بازم یک کتاب دیگه هم برات میارم. نسخه عطار. آقاسه یه چیزی می‌خواستم بهت بگم. بفرما. بیشتر باید مراقب سلامتیت باشی.
این خاک و خلا برای سینت خوب نیست. تا خوب چی باشه؟ وای 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 دیر شد. ای امید بنده خدا منتظر من بعد میام خدمت. آقا سید بدونه برات ببیشم ببری الان؟ هر چی هست نگه دار، یا خودم یا علی رو میفرستم دنبالش. خدا حافظ. سلام داره. السلام علیکم شهدا جمیعا و رحمت الله. سلام آقای سلام. چی شده اومدین؟ بابا جون این آقا امید اومدم. بابا جون سلام. بابا جون امید میخواد بره یک کاری داره، اومدم جاش بایستم. رضا چطور؟ خوبه دست بوست الحمدلله. از قول من ببوسش. خدا حفظش کنه. خدا حافظ. اومدم بابا. سلام آسین. بابا چه خیلی خوش آسین. من از نظر شهرمت بابا اختیار داری رحمت. سلام بابا جون خوبی؟ سلامت باشی. التماس دعا بابا جون. سلام علیکم. التماس دعا بابا. آسین من بایزت برو بسلام موازم خودت باش. سلام علیکم. به 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 خوبی؟ سلامتی نماشته باشی. ببین یازده سونی هم حتی نشون میده دست هم دیگه یک شم میزنیم موبایل میده سرصف شد. خب دیگه بس دیگه خسته شدم برید. ساعت هم داره خراب میشه. شاید بحالی داشته. حواست باشه بچه ها. بیا برو باری کلو بودو به سرم آروم برو اما اقل نیبا برو جب باری چکار میکنی بچه ها سرسودا نکنی یواش برو باری کلو نیفتیم بودو به سرم. بچه ها ندوی برو سرسودا نکنی این نکنی به من موازد باری نیفتیم بازم تو بله چی شروع نکنه. سلام از شما بوه خست بازم شروع کردی ملی چی آقا اجازه آقا بیا آقا آخه نداره برو به سرم. ظلم شده یه هفته از دنبال من رفتی من عذیت کن تازه که ظلم شده به بچه ها یواشتر اما زنی یواشتر پل ندید هم دیگر بچه ها آروم بیاید بسرم آروم برو آفری موازر به لا باش. مدرسه معلم تاد داره بعدم علکی که نیستش که بعدم اون تشخیص داده. برو برو کلا برو بیشتر تلاش کن برو بسرم. بابا عجب گرفتاری شدیم ما حاجی قربون اون شکل ماهیت برم. شما این کفش رو نگاه کن. این کفش مال من نیست. این قیافه رو نگاه کن. ما نگاه کن ببین پیرن کت چه این به میخوره این به میخوره اینا به هم میخورن نمیخورن دیگه. نه آقا ببینید این شماره 23 هست. اونجا هم که میبینید قفسه شماره 23 کفشتون بوده. من که نمیتونم کفش دیگه به شما بدم. نه میتونم کفش دیگه بهتون بدم. راست میگه دیگه آقا سید مورد اعتماد همه است.
شما که نمیتونی کفش برای خود انتخاب بکنی. مرد حسابی چرا داری حرف بی خود میزنی؟ انتخاب کدوم؟ اصلا نیازی به انتخاب ندارم. یه کفش برنی نو دادم، همونو میخوام. اصلا از کجا معلوم که زیر میز نباشه؟ اجازه بدید. گفتم تو اومد نه. نه بفرمایید. زیر میز. شما مسی دفعه اولتون میای اینجا. آقا سید نمیشناسیم اگه. آقا میشناسم، اینو میشناسم، به خودم مربوطه. من کفش خودمو میشناسم. بفرمایید نگاه کنید. یه چیزی که خدمتتون عرض کنم، شما کفشتونه به بنده دادین؟ نه ولی خب هم نه یه دقیقه زود اینجا دقیقا همینجا همینجا بایستاده بودم، اینجوری اینجوری گذاشتم اینجا، گفتم بفرم آرزوی تو شد یا نه؟ نمیدونم، بردنش دفتر درم روش بستن. میخوای برم بپرسم؟ نه با شما برید خونه. خداحافظ. برید خداحافظ. بید اینجا بایی نسید. نگاه کنید، شای کفش رو به همکارم آقا امید دادی. بله. ها باید صبر کنید ایشون بیان ببینیم جای دیگه نیذاشتن کفشتونه. شما هم که ماشاءالله با سوادی، دارای کمالاتی. شام در خدمت باشیم حاجی. بی‌تعارف میگم، آخه من تا کی صبر کنم که بیان کفش خودم به من بدن؟ اینجا صاحب نداره؟ حالا من چجوری با این کفشه پاره برم خواستگاری؟ کل بازار گشتم یه کفشه برنی برم. خواستگاری ماشاءالله. مبارک انشاءالله. کنید شما درست میفرمایید، ولی نگاه کنید هر چی دیگه بود، من غیر این کفش با این شماره ها چیز دیگه به شما نمیتونم بدم. هاشمی، هاشمی چیه؟ بدبخ شد رفت. چرا؟ مگه چیکار کردم؟ چیکار کردی؟ ببین آقا رسولی با چیکار میکنه. تات بیت تات. برو بابا. چیه؟ چرا دنبال من رو افتادی؟ من به تو چیکار دارم؟ دارم میرم من مامزاده. خیلی خوب، سر من داد نزن. بیا برو، بیا برو. میرم. دعوا داره. هاشمی، بابا اجازه داده فردا برم خود خود سخت خوده میکنم. تازه قول داره کلوچ پرم برام بخره. فکر کردی آقا کمالی میذاری که تنهایی به تو خواستم خاده میکنی؟ بله، بابام اجازهشو گرفته. تازه ساعتمو نگاه کن، بابام خریده. اینو میزنی چراغ میزنه، یکی هم میزنی ماشین حساب میشه، اینم میزنی آهنگ میزنه. دست نزن، فقط نگاه کن دیگه. ببین، گفتم سر من داد نزن. یکی هم میزنی آهنگش بلندتر میشه. چیزی نیست که، یه ساعتی دیگه با بزرگ منم اجازه داده خودم فردا تنهایی برم کفش داری. چی؟ کفش داری؟ عمرن اگه اجازه بدم. اجازه میدن چون که من کفش داری بدم. میخوای آقا رسولی ها چکار کنی بدبخ؟ اگه باید بفهمه تو خونه زندانیت میکنه. حاجی به من یه دقیقه نگاه کن، من درست فهمیدم یا نه؟ میگم ما الان کفش نو برنی میاریم تحویل میدیم، شما یه کفش کهنه به ما تحویل میدیم، معلوم نیست برنی هست یا نیست. درست؟ سلام آقا، من خدمتتون عرض کردم حق با شماست، اگه اجازه بدید یه کفش نو خودم براتون میخرم. اینا خود آقای کمالی مسئول اینجا اومده. سلام علیکم. ببینید آقای کمالی، شماره کفششون 23 هست. تو جا کفششون شمارش 23 بوده. دادم خدمتشون، میگن این کفش من نیست. کفششون یه پلاک هاجی گرفتید دست ده، میگی 23 اونجا، 23 اینجا، 23. هی هم به همه نشون میده میگه 23، ولی تهش کفش من نمیشه، کفش من ورنی بوده. خیلی خوب آقا بفرمایید، شما بفرمایید به زیارتتون برسید. بفرمایید خواهش می‌کنم، بفرمایید علی آقا، شما بفرمایید بیرون ما یه خورده با هم صحبت کنیم. بفرمایید ببینم. بفرمایید
برادر من این چه طرز صحبت کردن؟ ما این سیده بزرگواره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب این سیدی هم برای این کتابه؟ بله مال خود کتابه. جالبه، من میتونم کتاب رو ببرم؟ سلام علی، چطوری؟ خوبی؟ وایسا وایسا، با من باید کار دارم. قیمتش چنده؟ وایسا مقابل شما ندارم. قیمت شماست؟ 5500. بشینم اینجا، صبر کن صبر کنم اینجا وایسا. خدمت شما. علی خوب شد اومدی. این آقا امید این کفشا رو اشتباهی داده به من. این مال مردمه. برده ببر تا شهر نشده. اتفاقا شهرم شده آقا جعفر. خب بناشو برده ببر بهش بده. کفشای منو برده بیارا. یاد نره علی ها. باشه. علی یاد نره، شیطونی نکنی ها. آقا سید که تقصیری نداره. شما خود میگه آقا امید اینجا بوده. شما الان این کفشو بپوش بریم دفتر من. من خودم خسارت. بفرما اینا کفشای برنی منه. حاجی نگاه کن خودت، حاجی مقایسه کن ببین کدومش به گوت چرپ من بده. من میگم این برنیه یکی یه دونه از برس به خاصگاری. برو به سلام. اینا دست تو چیکار می‌کرد این کفشای من؟ اینا دست من نبود. دست آقا جعفر بود. بابا جون. کدوم جعفر؟ آقا جعفر تصدیف فروش. آه ای بل، باری کلا باری کلا، خوش آمد، به دادم رسیدی من، ایشالله عروسی عروسیش همین باری کلا. آفرین علی آقا، آبرو ما بود، آبرو کفشداری را خرید، باری کلا، زنده باشی. تو خدا رو شکر که به خیر گذشت. آخه کفش پاره بهش داده بودم. کفش خودش خوشگل بود؟ آره بابا، نمیدونی زر رو سیاه بود، نو بود، برم زد، خیلی خوشگل بود. سیاه؟ ماما نمیدونی اگه امروز من نبودم و یک علم شنگهی به پا میشد. آفرین آفرین علی جان، خیلی خوبه که آدم حواسش به همه چی باشه، مخصوصا تو مدرسه. از مدرسه چه خبر؟ مدرسه خبری نبود که. مامان نمیدونی رضای ساعت کامپیوتری خریده بود مامان، خیلی خوشگل و باحال بود ساعتش. مامان یه دکمش رو که میزد ماشین حساب میشد، یه دکمش رو که میزد چراغاش روشن میشد. چه رنگی بود؟ سیاه بود. سیاه، همش سیاه. صورتی بود خوشگل بود. برو بابا، صورتی که دخترونه است، چی میگی بر خودت؟ مامان بعد دوباره یه دکمش هم که میزد آهنگ خون. مامان یه ساعت کامپیوتر برام میخری؟ مامان یه دونه مثلا من میخری، صورتی باشه. خب ساعت کامپیوتری میخواییم چیکار؟ گرونه. تو نگفتی از مدرسه چه خبر؟ هیچی بابا، رضا ساعتشو برداشته برده مدرسه، نمیذاره چی اصلا بهش دست بزنه. تازه بابا امروز هم دعوا شد، ولی تقصیر رضا بود. آخه به روز داشت ساعتش رو نگام کرد، بعد رضا هم زدش سر همین، با هم دعواشون شد. بعد هم دیگه با هم قرار کردن اصلا با هم حرف نمیزنن. افجان بابا من علی جان، ستوش برو بسته کن سفره رو بلست. بود اومدم. سلام بابا جان. سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ بپا بابا نخورم بلست. بابا چقدر موز خریدی؟ بله بابا، مهمون داریم دیگه، من نمیدونی. علی کجاست؟ توه. علی بابا بیا کمک کنیم میوه‌ها رو ببر تو. سلام بابا. سلام پسرم، چطوری؟ خوبم مرسی. بابا چقدر میوه خریدیم؟ مهمون داریم دیگه. بری تو حوض، مامان میخواد بشورتشون. مامان این میوه ها رو بریزم تو حوض. آخه تو خوابه. خیلی خوب بابا. آره مادر، بریز تو حوض. باشه. برو ببینم چی کار داری میکنی. خوب کار دارم. بابا موزا رو نریز تو. چشم. آفرین بابا. شغلم. بابا پس کوش نخریدی؟ بگرد همونجاست بابا، بگرد پیداش میکنی. بابا نمی امروز اگه من نبودم
آره. یه دقیقه صبر کن. امروز مدرسه چه خبر؟ مدرسه چی؟ خبری نبود. بابا اگه یکی پاش بشکنه خطرناکه. پاش بشکنه بستگی داره، میتونه خطرناکم باشه. چطور مگه؟ کسی پاش شکسته؟ همینجوری پرسیدم. آخ جون پیداش کردم. بابا جون دست درد نکنه، اگه ببین چقدر خوشگلش دارم. این دیگه چیه؟ چادر منه دیگه. بابا چادر تو رو نمیام جون. خیلی خوش شده. بابا دست درد نکنه. خیلی قشنگه. بکش امروز یادنم بود. حالا چی؟ مگه چه خبر بود؟ آخه نمیدونم. امروز پسر یه شاهکاری کرد. چه شاهکاری؟ سلام. سلام، خوبی؟ دیر کردی. یه عالم لیست خرید داده بودی. خب حالا همه رو گرفتی؟ بله، همون لیستی که داده بودی گرفتم. ماما هم به بابا بگویم بزن چی کار کردم دیگه. خب بابا کجاست؟ خوابیده. الان علی آقا بگی صدا بشن. باشه حالا میرم. بذار تعریف کنم. بابا نمیدیم آقا کمالی اصلا نمیده بود. ای به هم گفت آفرین آفرین آفرین. مامان ببین چه خوشگله. بابا برام خریده. شال منو بریم. مبارکم. بیا اینجا به من کمک کن. اونم بذار کنار. بودو بابا میشه سرم باشه. باشه حالا بیا بهم کمک کن. آره بابا میگفتم یه کفشه گم شده بود. خب یعنی گم نشده بود، جا به جا شده بود. وایسا وایسا، اول برو آقا جونو صدا کن، بعد بیا بقیشو تعریف کن. بلند شو. داداش میشه آینه رو بیاری پایین من خودم ببینم؟ باشه. آره بابا نمیدونم. حالا هیچ یواسش نبود، من حواسم بود که کفشش دست اونا هست. بابا نمیدونم اگه من نبودم اما میخواست بری شکایت کنه. بابا کمالی هم ادبخ مونده بود، نمیدونم اساساً باید چیکار کنه. خیلی خوب، آفرین آفرین. برو آقا جونو صدا کن. زهر تو هم بسته دیگه. آقا جون شما چرا؟ شما چرا؟ سلام. آقا جون خوب خوابید؟ خوب خوابیدم. ماشالله ماشالله. ای علی آقا هر جوری حرف زدم جوری برای من همین جوری میگفت. چی آقا جون؟ چی؟ چی با؟ آقا جون بگید دیگه امروز من چی کار کردم؟ بگم چی چی؟ بگم هم چه دارم چه خوشگله؟ وای قربونت برم گم به گلوم دسته گلوم. یه جایزه خوبی پیش من دارید به خاطر این چادر قشنگت. آفرین. دست شما درد نکنه بابا، چقدر زحمت کشیدید. چیه خمره و جوجه و بادنجون؟ خب علی آقا نگفتی مدرسه چه خبر؟ مدرسه هیچی خبر نبود. آقا جون بفرمه. بسم الله الرحمن الرحیم. بده بابا. ماشالله ماشالله ماشالله. آفرین. فکر میکنی پشت شکسته؟ ببین نه بابا ای بابا بگم نمی چی میشه. مامان میتونی برم در خونه شکوفه اینا تا دارم نشون بدم؟ آخه الان نگاه کن ببین چقدر کار داری. پاشو پاش برو علی رو صدا کن بهش بگو یه سبد بزرگ بیاره. پاشو دیگه. باشه علی. ببین من بعدم به زمزم خوب همین کار دارم. بابا بسان فکر کنم بابا جون تو اون اتاقه. علی علی چیه؟ مامان گفت اون سبد بزرگ رو بیار. باشه تو برو میارم. مگه نگفت مامان منتظر سبد رو بیار؟
بودو چشم. آفرین بابا. آقا امید رفتنی شد بالاخره نه؟ خب بابا یه دو سه روزی میره، حالا فردا که میتونی بیای بابا. بابا برنامه ندارم. خدا خیرت بده بابا. خواهش میکنم، وظیفه است. بابا میشه من فردا بیام کفش داری؟ نه پسرم، فردا کلی مهمون میاد دیدن آقا جون، باید وایسی کنار دست مامانت کمک کنی. آفرین بابا. خب یه فکری، شما بمونید در دست مامان، منم برم کفش داری. ها برم دیگه آقا جون، برم دیگه. ها بابا جون کار پرمسئولیتیه، امانت داری سخته، خودت دیدی که امروز چه شری به پا شد. خب من راستش هم دیگه، مگه نه؟ نمیشه پسر جان، من پس فردا توات نداری شما، برو متن تو حفظ کن بابا. شما از کجا میدونید؟ بابا جان پدرا از همه چی بچه هاشون خبر دارن. بود بودو به کارت برس. همه شو بفتم، میخواید براتون اجرا کنم؟ بفرمایید. وای حضرت عباس سوی دشمن که آب آورد به خیمه، وای بیند دشمنش را که هست بسیار. خداوند خداوند کنم شمشیر دست، کنم تیر پرتاب نامردانه، اما کشم شمشیر به خاطر خدا و حسینم برادرم حقم. همه شمشیر به دست میرن سمت اسبش و علمدار کربلا تک و تنها در بین دشمن میمارد. خوب بود، خوشتون اومد، دیدیم گفتم بلدم. آفرین باریکلا. حالا برو بابا جون، اون سبده بده مامانت، نونم باید بگیری. بود دو بابا. چشم. چشمت بی بلا. ماشالله این بچگی یا خوده، موهم کلش نمیره. عزیزم تو. درواز بود، من اومدم تو. درواز بود؟ از آقا رسول خبری نداری مشرمان؟ بردنش بیمارستان، ازش خبر ندارم. بیمارستان؟ وای یکی بچه هولش داده خورده زمین. هولش داده که خورده بهش. مگه تو اونجا بودی؟ آره من اونجا بودم، با جفتشوی خودم دیدم. آخه نگران آقا رسولی شدی. خوب بشه شد، خوب بشه. برو برو بیرون، مسئولیت داره برای خدا. برو خدا بدو بدو مایون را تخلیز و روسنت و مولانا الله. بابا جان مسواک زدی؟ الله حاجم زدم. آفرین بابا جان. بابا یه زحمتی بکش چراغم خاموش کن. چشم. دست درد نکنه، روشن بابا جان. ماشاءالله. خوابیدی چی بابا جون؟ بازم میخوای تعریف کنی؟ نه
بگم اگه یه نفر یه کار بدی کرده باشه بعد عمدی نباشه گوه؟ خب چه کار بدی کرده باشه ها؟ مثلا همین امروز آقا حامد کفشم لاغر رو اشتباه گذاشته بود، ولی خب عمدی نبود که. ببین بابا جون، امانت داری خیلی مهمه. حالا آدم اگر یه وقت هوش و حواسش نباشه یه دفعه سستی بکنه تو امانت کسی، خدایی نکرده ممکنه حق و ناس گردنش باشه. میفهمی بابا جون؟ بله میفهم. آقا جون. چی آقا جون؟ اگه یه نفر بخوره به یکی بعد اون طرف بیفته یا جایش زخمی بشه یا بشکنه امنی نباشه؟ گناهه؟ خب بابا جون ها که گناهه، باید بره معذرت خواهی کنه بابا جون. یعنی باید چی کار کنه؟ خب باید بره معذرت خواهی کنه بابا. حالا چرا این سوالی میکنی موقع شبی؟ بگیر بخواب بابا جون. باش. بابا جون چی میخوای بگی؟ آقا جون نیزار من فردا برم کفش داری؟ استغفرالله بابا جون بگیر بخواب، بذار بخوابم. لا اله الا الله. لا لا الو بحبه، سلام علیکم. خواهش میکنم. نه بابا بیدارم، چی شده مگه؟ اه به سلامتی ایشالله. مبارکه مبارکه. باش آقا باش. خواهش میکنم. نه بابا این حرفا چیه؟ چشم، میام حتما. قربانت. خداحافظ. کی بود؟ احمدی بود، خانومش داره فارغ میشه، گفت امروز برم جاش سر شیفت. ای بابا پس کفش داری چی؟ آقا جون حالا چی کار میکنی؟ خودم میرم بابا. اینجوری نمیشه که آقا جون، فامیل دارم برای دیدن شما میان. سلام بابا. سلام پسر، دست را تو شستی؟ نمیشه یه زن به آقا امید بزنیم ببینی یه کارش میتونه بکنه یا نه؟ بابا جون او بنده خدا الان یک ماه هست میدی میخوام برم سرس بستم. حالا خود من یه کارش میکنم، شما زودتر به کارت برس بابا. آقا جون. من میرم سرکم. خدا فرست. برو به سلامت بابا. خدا فرست. مواظب خودت باش بابا. بیا مربا بخور. بهش میدم بابا جون. من خوردم. بیا بابا. آقا جون نمیتونم برم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. نمیشه بابا جون. آقا جون تو رو خدا، آقا جون قول میدم هر کاری که باشه انجام میدم. آقا جون خودم رو ثابت میکنم. آقا جون تو رو خدا، آقا جون ثابت میکنم که میتونم. آقا جون چیه آقا جون؟ آقا جون خوبه؟ آره که خوب شده بابا جون. آقا جون کجا بذارمش؟ خب بذارش تو جا کفشی بابا جون. آقا جون میخواید یه بار دیگه واکسش بزنم؟ نه بابا جون ممنون، بذاره تو جا کفشی. آقا جون مطمئنی؟ مطمئنم، دست درد نکن. خواهش میکنم. آقا جون چایی براتون بریزم؟
نه بابا جون، دستت درد نکنه. میگم حالا میخوایین چیکار کنین؟ نمیتونم بابا جون. یعنی واقعا علی نمیتونه بیاد جای شما وایسته؟ اصلا امکان نداره. علی چی شد؟ چی میگن؟ زایت بزن ببینم چی میگن. علی اگه آقا جون اجازه دن منم بیام کمکت. نه خیر، تو نمیتونی. علی بابا جون سلام. گوش وایستدی علی؟ ببخشید آقا جون، کار خوبی نیست. آقا جون تو رو خدا بذارید من امروز با آقا تو میدم. آقا جون تو رو خدا بذارید امروز جا تو مایستم. آقا جون بذارید دیگه. آقا جون تو رو خدا. آقا جون بابا این کار زشته. خودتو چسبوندی به در دستشویی؟ برو عقب. آقا جون بیام دیگه ها. آقا جون تو رو خدا. آقا جون بیام دیگه. آقا جون علی. بله مامان. بیا اینقدر ما آقا جون تو اذیت نکن. خب بابا من چرا نباید برم کفش داری؟ آه. آقا جون بفرمایید دستاتون. ماشاءالله خدا خیرت بده بابا. آقا جون شما اگه خودتون نگفته بود که من یه مرد شدم. آقا جون میشه برم با تون بیام؟ ساکت ببینم اونجا که شده تو نیست. اصلا هر جا علی بره منم میام. بابا جون حالا دیدی من جواب این گمپ گلمو چی بدم؟ هوش کردی رفته هی میگی منم ببر منم ببر، ایشونم میگه هر جایی که ایشون بره منم باید بیام. ساکت ببینم یا برو خونه. کی حکارا چی چیه میکنی بابا جون؟ ماشالله ماشالله شما گفتی من مرد شدم، آدم باهای با خواهرش جوری کنه؟ نه با خواهرش جوری شما اصلا نمیذاری من یه وضو هم بگیرم. بی بابا جون بری بیا آخه. ماشالله ماشالله چی کار میکنی شما علی آقا؟ حالا بابا اشکالی نداره، تو هم خب یه خورده آب روشناییه، هیچ اشکالی نداره بابا جون. خیلی خوب خشک میشه، چیزی نیست از دست این علی. بابا جون کفش داری کار مردون است؟ شما ماشاءالله دختری خوشگلی، نمیشه که همه کار شما بکنی. آقا جون میگم نمیشه برای این بچه یه کاری بکنین؟ تفلک والا آقای کمالی نمیذاره با اون قشقریقی که دیرو به پا شد. مامان میذاری منم اوتو کنم؟ نه دستتو بردار اینجا داغه میسوزی. مامان چشم های کمالی حضور خدمت رو نهج میکنم. بله بله میدونم. خب او بنده خدا هم گرفتار شد. خبر دارم بابا خبر دارم. خب امیدم میخواد بره شهرستان. دست نمیتونه بابا نمیتونه. خداحافظ. با کی حرف میزنه؟ علی بده من فوت کنم دیگه. باشه بیا. آخ جون چه خوشگله. دوست داری مگه نه؟ آره خیلی
افتاد مگه نه؟ آره. بیا بازم فوت کن. نه اول بگو ببینم، تو نگفتی آقا جون با کیف میزنه؟ علی بدش دیگه، همش اذیت میکنه. خیلی خب بابا بیا بگیر دیگه. قول نمه گل سر خوشگلم برات بخرم. صورتی باشه. باشه بابا بگیر. آقا جون داشت به آقا کمالی صحبت میکرد که یکی رو بیاره جای خودش. ایوا آبروم چه رضا رفت. حالا اون فکر میکنه من امروز میرم کفشداری. نه ترس آقا جون، گفت علی خیلی بچه زرنگیه، حواسش هم جمعه. راست میگی؟ آره. آفرین به تو، آفرین به آقا جون. سلام علیکم آقا سید عزیز، عیدتون مبارک. عید شما مبارک باشه انشالله. آقا سید عیدی ما یادت نره. رو چی شون؟ اینم عیدی شما. دست شما در نکنه، برکت کار ماست آقا سید. اینم به جای صلوات بفرست. ماشاءالله خیلی هم ممنون، خیلی ممنون. یه زحمتی بکش قربونت. بدونه و چهار تخمه رو خدمتت گفتم ها. نگاه کن آمادش کو، برگشتم میبرمش. چشم. آجون چی بابا جون؟ یه خود گندم بر من میخری؟ گندم؟ گندم برای چی بابا؟ آخه نذر کردم اگه روز برم کفشداری برای کبوتره امامزاده گندم بخرم. شما نذر کردی من باید پولشو بدم؟ احمد آقا بابا یه زحمتی بکش، یه خورده گندم بده یه علی آقای ما، از جیب من نذر کرده. خیلی هم خوب کاری کرده، دستش هم درد نکن. مگه نگفته بودم امروز اومدم اینجا جای با بزرگم وایسم؟ اون وقت با بزرگ که تو آقای کمالی میدونن که تو مدرسه چیکار کردی؟ داری منو تهدید میکنی؟ خیف که الان وقت ندارم، باید برم چون با آقای کمالی جلسه دارم. عید شما مبارک. به به به، دست شما درد نکنه. عید شما مبارک آقا سید. سلام علی آقا. ماشاءالله بفرمایید. آقا سید هزار ماشاءالله مردی شده واسه خودش. بله این علی آقا مردی شده برای خودش، به خاطر همین هم اومده اینجا امروز کفشداری رو شروع کن. باشه من حرفی ندارم، فقط این که امروز خیال تو راحت آقا جمالی، من حواسم به همه چی هست.
خیلی خب، با این اوصاف دیگه قبوله دیگه. انشاءالله مشکلی پیش نمیاد. نه بله. آسیه علیه میخواد خودش تنها آیسه؟ بله. حسین میگه میخواد با کمالی بگم که کیسه کفش ها رو بیاریم، زهره کفشش رو بزنن تو کیسه. نه علی آقا ماشاءالله برای خودش مردی شده. شما برو به کار بس، مگه نگفتی کار داری؟ باشه علی آقا، شما بفرمایید. کجا آقا جون؟ گندم، کبوتر، نظر از جیب بنده. آها باشه چشم. سلام علی آقا، نزد تو عده کردی؟ بله بله تموم شد. آفری، چند تا نکته میخوام بهت بگم، خوب گوش کن. چشم آقا، باشو بایسی. باش گوش کن. اول اینکه باید دستکش دستت کن. چشم. دوم اینکه هر زاری که میاد کفششو که میگیری میذاری توی قفسه، شماره همون قفسه رو بهش میدی. چشم آقا، باشو بایسی، با درد میگیره ها. نه دیگه، اینکه با احترام کفش زایرا رو تحویل میگیری و با احترام بهشون تحویل میدی. یه وقت نشه کفش زایری رو به سمتش هل بدی. یا دست درد نکنه دیگه آقا، یعنی ما آدم بیادبی هستیم؟ نه علی آقا نه، شما خیلی هم خوبی، ولی میگم چون شما قدت کوتاه و پیشخون بلنده، یه وقت نشه کفشی رو هل بدی، وگرنه شما هم که خیلی آقایی. پس اگه آقا هم باشو بایستم مثل دوتا مرد با هم حرف بزنیم. خب داریم حرف میزنیم دیگه، یه دورورت رو نگاه کنم، داریم مثل بچه ها با من حرف میزنیم. بله بله، من معذرت میخوام، معذرت میخوام. فقط یه چیزی، اگه دیدی که سرت شلوغه و وقت نمیکنی، برو از آقا کمالی کیسه کفشا رو بگیری، زهرا کفشش مثلا توی کیسه. خیالت راحت راحت آقا امی. خیالم تخت تخته. خدا حافظ. کوچه بودی با باطل من هزار راه رفت. آقا جون تقصیر من نبود که، آقا امی گیر داده بود. گیر داده بود؟ گیر داده بود یعنی چه؟ این حرفا رو تو کفش داری نباید بزنی. اصلا گیر داده بود بابا یعنی چه؟ این حرفا چیه؟ آیا اینجا درست حرف بزنی، درست کار کنی؟ خب بابا جون، این دستکشا دستت باشه تا بهت بگم. آقا جون خودم میدونم، اول باید دستکش دستم کنم، دوم باید با احترام بازار رو برات کنم، سوم شماره هر قفسه ای رو که توش کفش رو گذاشتم به زائر بدم، چهارم هیچ کفشی رو سمت زائر هل ندم. همه اینا رو آقا امید برام گفته. آقا جون به به به، آقا امید هم دانشجوی خوبیه هم معلم خوبی، هم برای تو بوده برای کفشداری. راحت شدم پیر تو افتادم. بی برو اون ور، بی برو اون ور. میبینه یارم کار داری ما، به جای حرفو برو یه کاسه آب بردو بیار به پشت اینجا خاک بلند شد. بودو ببینم. باش
بشه بعدش برم. نه نمیشه، دختر بچه که تنهایی بیرون نمیره. مامان مواظبم، حواسم هم جمع جمعه. نه دیگه دوستم نداری؟ دوستت دارم اما نمیشه بری بیرون. اگه یه بوست کوچولو ازت بکنم چی میشه؟ الهی قربونت برم، بیا اینجا ببینم. خیلی خوب میتونی بری، اما به شرطی که وایسا خودم میگم، به این شرطی که از گوشه دیوار برم، از غریبا چیزی نگیرم، حواسم هم جمع جمع کنه. آفرین، حالا شدی دختر خوب. سلام پسرتون، خسته نباشی. سلامت باشی آجا. اینه چشم، الان بهتون میام. آقا بسر، بی زحمت این کفش منم میدی. چشم، الان میدم. اونه هاش کفش من بوده، صاحب بسر. کدو؟ همون بالاییه، همون آره. باشه چشم، الان بهتون. عجله نکن آقا پسر، آروم. آخ آخ چی شد پسر جون، خوردی زمین؟ این چی نیست باشه شد؟ تورید نشو؟ نه 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 خوبم. جایی درد نمی کنه؟ نه نه شما بفرمید. حتما؟ بله بله. خیلی خیلی چیزی کمکت کنم، بکنم جمع کنم. حاجم نمیخواد شما درستش کنید. چرا؟ من خودم درستش کنم، نیازی دوباره میفتی؟ نه مطمئن باشم؟ بله بله. حتما؟ بله اینجا بفرم. پس خدا بفرم. جفت میکردم یه ها همش ریخ پایین، دوباره همه رو جفت کردم ولی رنگه اونو پیدا نمی کنم. راست میگی؟ آره. کدوم؟ بیا 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 اوناش. شاید افتاده باشه اون زیر. روزی رو گشتم و ببین یعنی خوب نگشتم. حالا تو بیا برو یه دقیقه بگرد، شاید تونستی پیداش کنی. ها خدا قوت. آخه لباسم خاکی میشه. نداره خاکه دیگه، میتکونیمش. باشه. ایام زوی امام زمان مقرد بفرماد سلوات سلوان جبیشه. نه 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 نمیخواد چادر تو برده اینجا برد برس بده. خب پس چی کار کنم؟ به من دور کمرت. وایسا خدا من رو کمانشت کنم، نمیتونم.
به خاطر همه خطاها و گناهها یواش خیلی خوب دیگه تو من قبول نخور شونزه رو هیچی بابا اینجا که فقط پارچه هست کفشی نیست علی بیام بیرون آقا کمالی داره میاد اینجا اجا تکون نخور اگه بفهمه تو اینجایی من بدبخت میشم سلام کمالی سلام علی آقا حال شما چطوره؟ خوبم مرسی چه خبر؟ همه چی خوبه؟ بله همه چی خوبه مشکلی نیست؟ نه همه چی خوبه هیچ مشکلی نیست خیالتون راحت راحت باشه آفرین گفتم ماشاءالله مردی شدی واسه خوده میدونستم از پسش برمیه گمنی جان 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 دیبلا میخوای یکی بفرستم بیاد اینجا کمک نه نیازی نیست همش خوبه اه؟ آره پس به کارت برست چشم خدافز چون زرا خوب گشتی؟ اینجا هیچی نیست عجیبا یعنی کجا افتاده؟ علی من بیام بیرون نفسم برم تو من آره بابا بیا بیا تو بیا بیرون داشتم خفه می شدم علی اگه یه وقت صاحبش بیاد آقا جون بفهمه چی کار میکنی میدونم بگم نکنه یکی مثل دیروز کفش رو اشتباهی پاش کرده و رفته زهرا فهمیدم زود بود دوباره ببین جعفر آقا دوباره کفش رو اشتباهی پاش نکرده باشه باشه بودو بیا دم پایت چی میخوای عمو جان؟ خوش آمد علی به کبوتر دون دادی؟ کدوم کبوتر؟ چی داری میگی؟ بدبخ شدیم رفت کفش پای آقا جعفر نبود به به آقا علی میبینم که دست گل به آب دادی علی آقا برو بابا حوصله داری اصلا تو اینجا چی میخوای ها؟ نه خیلی دست گل داب نداده که داداشم هیچ تقصیری نداره شاید یکی اشتباهی اون کفشو پاش کرده و رفته آها پس کفش گم کردی نه خیرم همین دورو بر افتاده خودم پیداش بکنم من باید به آقای کمالی بگم رضا باشه باشه چرا اینجوری میکنی؟ با خودم پیداش بکنم دیگه اگه پیداش نکردی چی؟ میخوایی بری به آقا کمالی بگی؟ اگه بذارید من جای تو برم تئاتر به کسی چیزی نمیگه چجوری؟ دست من نیست که خب برو بگو نمیخوای شرکت کنی؟ باش قبول ولی به شرطی که به کسی چیزی نگم تقصیر من بود نگه نه داداشی اب نداره تا بازی نکنم بهتر از اینه که آبه
بسه نخورم چی؟ بابای شکوفه باشه. آخه بابای شکوفه کشتیگیره، کفشش هم خیلی گنده است. اه اه چه بوی میده زهرا. بعده این کفش زائرا، آدم با زائر باید با احترام برخورد کنه. خب چی کار کنم؟ بو میده. بیا حالا خوب شد. علی به این نگاه کن. آره خیلی گنده است. نه نه این که نه، مثل کفش کهنه آقا جونه. آره مثل کفش های کهنه آقا جونه. مثل کفش های کهنه. آفرین زهرا، آفرین زهرا، کار خودته. ببین زودی برو از خونه بیارش تا صاحبش نایمده. او خب چجوری؟ من که نمیتونم، اگه برم مامان نمیذاره دیگه بیام، گفته زود زود بیا. خب یه چیزی خود یه جوری درستش کن دیگه، یه چیزی بگو که بذاره برگردی. چی بگم؟ خب بگو فهمیدم. بگو علی گفته جزوه تئاتر منو بردار بیار. یعنی دروغ بگم؟ دروغ که نیست. خب اگه رضا فردا بخواد بره جای من باید جزوه رو حفظ باشه دیگه، چون اگه جزوه شو حفظ نباشه آبروی من میره. باشه. بله بله بله. سلام. سلام. من به شما نگفتم قبل از رفتن بیرون اول دستشویی تو برو؟ مامان مگه دستشویی ندارم؟ تو بعد برگردم. صبر کن ببینم چی شده. چیزی نشده مامان، فقط علی گفت برو زود جزوه تئاتر منو بیار. جزوه تئاتر میخوان چیکار دلش کن؟ مامان آخه مهمه، من باید زود ببرم. آخه اونجا جای تمرین تئاتره. نمیتونم. لازم نکرده، همینجا میمونی به خودم کمک میکنی. ببین چقدر مهمون داری. مامان آخه من به علی قول دادم. از دست شما دوتا سب کنم، همینجا میرم میارم میشه. بگیرش زود برگرد. خب باشه خدا حافظ. برو به سلامت زهرا جان، زود برگرد. باشه خدا حافظ. زهرا دل منو شور نندازی مامان. باشه مامان. علی اینا چرا اینجوریان؟ اینو که هر دوتاش مال پای راسته، چرا اون یکیشو نیوردی؟ آخه اون یکیش پاره بود. خب حالا من چیکار کنم؟ برم به آقا کمالی بگم یا نه؟ گفتم که نه. بیا این جزوه تئاتر خوب بخونش.
ممنون، موفق باشی. ایشالله که نتونه خوب بازی کنه. علی نکنه کار رضا باشه. رضا برای چی؟ شب بخواد آبره تو رو اینجا ببره. آه رضا دوستمه، شاید یکم بد جنس باشه ولی نامرد نیست. دزدیدن؟ آخه کی این کارو کرده؟ من چه میدونم، من که اینجا نبودم. اون موقع کسی پیشت نبود؟ چرا، یه آقای رومانی بود، خیلی هم مهربون بود. بفرمایید خانم کوچولو. نمیخورم. حاج آقا بفرمایید. قبول باشه. سلامت باشید. سلام. سلام زهرا خانم. شما اسم منو از کجا میدونین؟ خب معلومه، دختر خانم به این خوشگلی با چادر به این قشنگی و رویی که گرفته، یا اسمش فاطمه است یا زهرا. منم یه خواهر دارم عین شماست، اونم اسمش زهرا. شما خورما نخوردی؟ نه. چرا؟ چون که مامانم گفته از غریبا چیزی نگیرم. بله مامانت درست گفته، حق با مامانته. حالا من این شکلات بهت میدم، وقتی رفتی خونه اگه مامانت اجازه داد بعد اونو بخور. باشه؟ بفرمایید. سلام. خسته نباشی. سلامت باشی. دست علی. علی چه؟ سلام. علی چی میگی؟ دست شما. آقا رسولی. چی؟ آقا رسولی. آره آقا رسولی. نه آقا مطمئنی خودشه؟ شاید شبیشه ها؟ نه بابا خودش، اصلا میخوای بریم پیشش؟ آره؟ آره؟ نه بابا کارت تمام علی آقا. این دستتو بردار. چه خبر که یه مش برداشتی؟ اینا مالا من تو نیستش که، یه دونه دو تا تازه اینا مال زاهراست. ای اصلا مگه باز توه به تو چه؟ آه چرا داشتی گریه میکردی؟ گفتنش یکم سخته، یعنی میدونی؟ تو
توضیح دادنش برای سن و سال شما یکم مشکله. چجوری بگم؟ داشتم گریه میکنم، شاید خدا ببخشدم. چرا؟ مگه کار بدی کردی؟ کار بد؟ اوه، تا دلت میخواد. حتما مامانتو اذیت کردی. آره، آخه یه وقتایی من مامانمو اذیت میکنم، آقا جون بهم میگه خدا باهات قهر میکنه، به خاطر همینم من میرم مامانمو میبوسم، خدا باهم آشتی میکنه. خوش به حالت که خدا اینقدر زود باهات آشتی میکنه. دروغم گفتی. آره دروغ. ای بابا، سرتون زشته. آقا این ساعت منو برداشته. بابا دروغ میگه، من برو نداشتم. من میدونم. بابا نکن. خودت مطمئنی ساعت تو آوردی؟ بله بابا، راست میگه. اصلا مطمئنی ساعت تو آوردی؟ آقا میگه خب جل خودت نکن. چی شده؟ چی شده؟ چی خبره؟ سلام علیکم. سلام علیکم. چی شده؟ آقا جان الان که به من دوام زدی میگه ساعت منو برداشتی. زهرا خانم سلام. سلام به روی ماهه. این رسمش نیستا، هر کی دلت خواست به ما گفتی و رفتی. اومدم اینجا بهت بگم هر کی که داره گریه میکنه کار بد نکرده که. یعنی شما؟ آخه به قیافه من میام. آخه خودت گفتی کار بد کردی. آها اونو میگی. حالا باید بزرگ بشی تا بفهمی یعنی چی. تازه خودم هم دیدمش. چیو؟ همون لنگ کفشو. کدوم لنگ کفش؟ تو اون ساکه. این لنگ کفشو میگی؟ باسه ای داداشمه. نه باسه ای داداشم نیستا، امانت دستش. اگه بهش پس ندی بیچاره میشه، ازش شکایت میکنن میفته زندان. این کفشا رو من سوغاتی خریدم برای بابام. قشنگن. دختر به این خوشگلی که گریه نمی کنه. پس دیدی حالا هر کی که گریه می کنه کار بدی نکرده. ممکنه آدم حاجت داشته باشه که گریه می کنه. تو هم جای گریه بیا برای داداش دعا کن که حاجتش برآورده بشه. منم قول میدم برای داداش دعا کنم که حاجتش برآورده بشه. باشه؟ شما خجالت نمیکشین؟ شما مثلا خادمای امامزاده این زائرا باید بیان شما رو سوا کنن؟ آخه این ساعت منو دزدیده. آقا دروغ میگه. دزدیده؟ به همین راحتی به دوست تهمت بزن دیگه. آقا رضا میدونی تهمت زدن گناه خیلی بزرگیه؟ اصلا به این فکر کردی شاید ساعتت گم شده باشه؟ این ساعت شماست؟ آره آقا. بله. دست شما چی کار میکنه؟ الان چون این ساعت دست منه بگو من دزدیدمش. ها درسته؟ اینو یکی از زائرا پیدا کرده بود داده بود دفتر. بفهم. آقای کمالی ببخش. من نباید ببخشم آقا رضا.
علی آقا باید ببخشد. علی کردم زهره خانوم، کاش بیشتر دعا میکردی. خیلی دعا کردم، ایشالله مشکل شما و داداشت حل شه. آخ آخ زهره خانوم، من خیلی دیرم شده، باید برم. بیا زهره خانوم اینا رو ببر بده به داداشه، ببین اندازه اون کفشای گم شده هست یا نه. ولی من که پول ندارم. کی از شما پول خواست زهر خانوم؟ حالا ببر ببین اندازه هستش یا نه. ببینم آقا کمالی اونجاست یا نه. آخه اگه آقا کمالی بفهمه آبره دادشم میره. آقا کمالی رو میشناسی؟ نه نمیشناسم. رئیس دادشمه، یعنی رئیس دادشم نیستا، رئیس با بزرگمه. زهرا جان من خیلی دیرم شده عزیزم، اصلا یه کاری دیگه میکن، این کفشا پیش شما باشه. اگه اندازه اون کفشای گم شده بود که مبارکتون باشه، بدین به صاحبش. اگه نبود بذارین تو کفش داری، دفعه دیگه که من اومدم ازتون میگیرم، به شرطی که همه چیزو برای صاحبش بگی، همه حقیقت رو بعد براش بگی. قبوله؟ اون وقت واسه باباتون چی میبرین؟ شما نگران اون نباش، خودم یه چیزی براش تهیه میکنم. بفرمایید، اینم بدین بهش. اینا با بزرگم درست کرده، امروز به همه عیدی میده. به به، چی بهتر از این که یه خانم کوچولوی سادات به بابای من عیدی بده. دیدی حالا مشکل هر دوتامون حل شد، هم مشکل تو حل شد هم مشکل من. حالا دیگه اجازه میدی برم زهر خانم؟ خیلی دیرم شده. خواهش میکنم. اسمتون چی بود؟ اسمم علی. چیه بابا؟ به همین زودی خسته شدی؟ نه خسته نشدم، حالم گرفته. چرا؟ کسی اذیتت کرده؟ نه من کسی رو اذیت کردم. کیو؟ علیو. من بهش تهمت زدم، ساعتم گم شده بود، فکر کردم علی دزدیده. خادم به رفیقش تهمت میزنه؟ رفیق پیدا کردن آسونه بابا جون، اما نگه داشتنش خیلی سخته ها. من تو و علیه که میبینم یاد بچه یه خودم ناصر میافتم. بچه که بودیم خیلی با هم کل کل میکردیم، اما هیچ وقت به هم تهمت نمیزدیم، هوای همدیگر داشتیم، مثل کو پشت هم بودیم. تا اینکه یه روز تو جبهه قبل عملیات بغلش کردم و پیشونیشو بوسیدم، اونم رفت و دیگه بر نگشت. خدا میدونه چقدر دلم براش تنگ شده، حسرت یه بار دیدنش به دلم مونده. پاشو پاشو بابا جون، برو علی رو پیدا کن، عدلش در بیار. دیگه هم هیچوقت به دوستت تهمت نزن، هوای همدیگه داشته باشیم بابا، قدر این دوستی ها رو بدونیم. پاشو بابا جون پاشو.
کفششو به صاحب کفش بگی. میگم به خدا میگم زهرا دست درد نکنه. خیلی خوب تو الان برو خونه دیگه، مامان نگرانت میشه. باشه. علی ببخشید من کار بدی کردم. بیا این باید دست تو باشه، تو براش خیلی زحمت کشیدی. داداش هم همه رو حفظه. میدونم. ولی مطمئن باش دفعه بعد من انتخاب میشم. شما آقا معذرت خواهی. آقا غلط کرد. خیلی خوب نمیخوام اینقدر توضیح بدی، بابات دیروز خیلی زحمت ما رو کشید. بابای ما؟ آره دیگه، دیروز توی مراستان دمش خیلی لطف کرد، کارم رو راه انداخت. حالا این کفش منو بده، بعدم در موردش صحبت میکنیم. چشم. شماره هفت. علی جان. الو. سلام علیکم. عید شما مبارک. بله بله شما فرمودی منو خدمتشون گفتم. حتما حتما انجام میشه. بله تو اون جلسه من باشون صحبت کردم. شما اجازه بدید من پیگیری میکنم، خدمتتون میگم. بله آقا به خدا تقصیر من نبود. آقا ما بله همینطوره. بله گفتم آجا. بله چشم من گفتم که خدمت من انجامش میدم. نه خیر یه لحظه گوشی آجا، گوشی خدمتون، گوشی گوشی. چی میگی علی؟ کفش هم بده میخوام برم دیرم. گفتم که کفش مال من نیستش که. بله حاج آقا چشم چشم. بله حاج آقا من گفتم خدمتتون که نه حتما انجام میشه. بله اومدن تو اون جلسه، منم باهاش صحبت کردم. بله حاج آقا چشم چشم. خداحافظ شما. خداحافظ. خداحافظ. چی گوندیش دیگه؟ من دارم تعمیر، تا درست بشه باید با یه پارا برم. آقا یعنی شما فقط یه پا یه کفش؟ حالا یه پا یه کفش.
تو فکر کردی هم پامو شکوندی هم کفشمو گم کردی؟ نه اون پا هم ترک داشت، اما صدا میشکست، دادم درستش کنم. تو حواس جمع کن تو مزرعه پلا نپری. بعد هم اینم فردا چیکار میکنی تئاتر؟ خداحافظ. دست شما دارم. دست شما دارم. سلامت.